برشم وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و پنجم از ماه آگست اوت عرشبت که در روزهای دوشنبه مدت یک ساعته خدمت شما هستم. برنامه سرزمین جاوید همونطور که مطلع هستید برای سالیان دراز و متمادی 4 جلسه در هفته بوده است. به خاطر گرفتاری که بنده دارم در باب این کتابی که در دست دارم، مجبور شدیم که 2 جلسه رو قطع بکنیم که بتوانیم کار انجام بدهیم و روزهای دوشنبه و سه شنبه خدمت شما هستم. چهارشنبه و جمعه بازپخش ها خواهد بود. اجازه بدید که یک غزل از سعدی خدمت شما تقدیم کنم. این غزل در زبان پارسی 2 جریان عمده شعر بوده و در واقع غزل به معنی واقعیش، غزل عاشقانه، از رودکی آغاز شده است. غزل رودکی وار نیکو بود، غزل های من رودکی وار نیست، عنصری گفته است. بعد غزل برای اساسا غزل یعنی نوای عشق و خیلی خیلی عجیب خواهد بود اگر شما امروز هم حتی در همین هند و پاکستان اون اطراف غزل رو بخوانید بدون موسیقی و بدون آواز. غزل با آواز بوده، غزل بیان عشق بوده است تا ما میرسیم به متصوفین که قافله سالار اینها هم البته حکیم سنایی است و غزل عرفانی تا روزگار حافظ. سعدی در اوج و قله غزل عاشقانه نشسته است. در واقع حافظ با نبوغی که او داشته و هنری که خاص او بوده، از تلفیق و ترکیب این 2 جریان یک سبک ایجاد کرده است که سبک حافظ است و منحصر به خود اوست. بله، اجازه فرمایید که از سعدی بخوانم. صفحه 567 می‌فرماید: هر گه که بر من اون بت عیار بگذرد، صد کاروان عالم اسرار بگذرد. مست شراب و خواب و جوانی و شاهدی، یا مست و شرمست شراب و خواب و جوانی و شاهدی، هر لحظه پیش مردم هوشیار بگذرد. هر گه که بگذرد بکشد دوستان خیش، وین دوست منتظر که دگر بار بگذرد. گفتم به گوشه‌ای بنشینم چو عاقلان، دیوانم کند چو پریوار بگذرد. گفتم دری ز خلق ببندم به روی خیش، دردیست بر دلم که ز دیوار بگذرد. بازار حسن جمله خوبان شکسته‌ای، ره نیست که از تو هیچ خریدار بگذرد. غایب مشو که عمر گرون مایه ضایع است، الا دمی که در نظر یار بگذرد. اوقات خوشون بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. اوقات خوشون بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بیخبری بود. از حافظ. بله، غایب مشو که عمر گرون مایه ضایع است، الا دمی که در نظر یار بگذرد. آسایش است رنج کشیدن به بوی آن که روزی طبیب بر سر بیمار بگذرد. ترسم که مست و عاشق و بیدل شود شما، گر محتسب به خانه خمار بگذرد. سعدی به خیشتن نتوان رفت سوی دوست، کنجا طریق نیست که اغیار بگذرد. این محتسب هر شبت که کسی بود که حساب میکشید و را میفتاد، شلاق به دستش بود و این گردن کلفتاش هم همراهشون در خیابان بازار میگشت ببین آدم مستی چیزی پیدا میکنه شلاق بزنه، و خلاصه داستان درازی داشته است. آوردن که محمود، سلطان محمود، با سردارش داشت شراب میخورد.
شب دیگه دیر شده بود، گفت که سلطان اجازه بفرمایید که من مرخص شم خدمتتون. گفت نه نه، محتسب ممکن تو رو بگیره و شلاق بزنه. اینا باور نمیکرد، سپهسالار محمود همه میشناختن اینها. اما سر بازار، سر چارسوق، محتسب میگیره بوی شراب، همونجا میخواباند به شلاق زدن. داستانی درست دارد این محتسب. خدمت شما عرض کنم که خب الحمدلله دیگه وضع درست شد، کشور ما درست شد، خدا رو سپاس. یک فتوای از آقای خامنه ای دیدم که در گردش میکند این سو اون سو، آدم تعجب میکنه واقعا. فرموده است که این فرقه زاله باهای نجس هستن، نجس هستن. خیلی خوب، حالا شما تصور بفرمایید که 2500 سال پیش از این در ایران زمین یک مردی بود است به نام کوروش کبیر، آمده است و اعلام کرده است که آقا آدم ها با هم برابرن، حقوق انسانی برابر است. 2500 سال پیش یک آدمی هم آمده است در این قرن، قرن 21 میگوید این یک گروه نجس است. شما می توانید در فیضیه قم پشت درهای بسته با چهار آخوند رافضی، چون می دونید که علت دشمنی سخت و سنگین آخوندهای رافضی یعنی شیعه با جریان بهائیت اینه که دکان تعطیل شد. آقا دکان تعطیل شد، اینها میگن دکان تعطیل شد، امام زمان ظهور کرد، آخوند هم لازم نداریم. بین بهایی ها میدونید که آخوندی وجود نداره، بعد امام زمان هم ظهور کرده، بنابراین دیگه آخوند شیعه دلیل ماندن نداره. خب شما میتوانید یک آخوند باشید رافضی، پشت درهای بسته در قم، در جای دیگر بگویید که این بهایی های نجس اینها. اما شرم‌آوره که شما بگوید من رهبر این مملکت هستم و بعد بگویید که گروهی از شهروندان این مملکت، این کشور، اینا نجس هستن، زاله هستن. حالا ببینید از ادبار کار به یک اظهار نظر ها و یه عجیب غریب کرده و اینا، نمیدونم والا این داستان چگونه است. آدم هایی که به قدرت می‌نشینن رفته رفته عقلشون از دست میدن، رفته رفته به طور کل با حقایق گیتی ارتباطشون قطع میشه، حرفای عجیب میزن. این احمدی نژاد دیوانه رو دیدی؟ واقعا خفه کرد این مردم رو، خسته شدن این مردم از دیدن این حرفاش و این چیزی که این ارائه میکرد. در واقع چیزی که ارائه میکرد، اون رویهی که ارائه میکرد، میرزا طی‌خان امیرکبیر، واقعا عجیب غریبه این داستانه مملکت ما و این حکومتش و تشکیلاتش و اینا. حالا آقای روحانی باز یه آخوند دیگه آمد به میدان، نگاه کردم دیدم استاد ایشون آمده و گفته است ایشون در یک شهر دورافتاده دانشگاه گمنام انگلیس رفته قرآن شرعیات خوانده. درست مثل این که مثلا بچه معاون نخست وزیر چین بیاد در اردبیل زبان چینی دکترا بگیره برگرده بره، مثلا فرض کنید. حالا میگم اردبیل همینجور اومد به زبانم، بندر عباس. خب مرد استابیدی علوم اسلامی قرآن شریعت که همون تو قم بودی دیگه، دفته در انگلیس قرآن شریعت خوانده این آقا. حالا آمده است و هر شود که منتظرن که اقتصاد رو حل بکند، اقتصاد ایران رو حل بکند. بنده هیچی راجع به اقتصاد نمیدونم، اما این رو می دانم که اون چه اقتصاد گفته می شد در ایران در دست مردم بود، دولت دخالتی در امر اقتصاد نداشت. در این هزاره ها بازرگانان بزرگ بودن، اینها نیازهای مردم رو برآورده می کردن. این خط ابریشمی که از روزگار قدیم بوده اینها به دست مردم، اصولا دولت در کار بازرگانی و تولید که نباید دخالت داشته باشه، که باید مدیریت بکنه. یک مقداری آیین نامه ها هست که دولت ها می نویسن که حاکم می شود بر مناسبات بازرگانی، نه اینکه دولت بیاد بشینه پپسی کولا تولید بکنه.
یا ارتشی ها رو بندازه به جون مردم، یه مش حاجی شکم بزرگ ریشو به عنوان پاسدار اقتصاد مملکت رو بدست کرد. و بعد اقتصاد ایران مستقل بوده، یعنی بنیادهای اقتصادی مملکت در شهرهای مختلف اینها نیازمند یکدیگر نبودند. یعنی اقتصاد تبریز کاملا مستقل بوده، هیچ ربطی به اقتصاد تهران نداشته، اقتصاد کرمان و یزد هیچ ربطی به اقتصاد تبریز نداشته و هر شبت که در دست مردم بوده، در دست بازرگانان بوده اینها. و حتی این واحدهای کوچک انسانی مثل دهات و اینها هم اینها مستقل بوده. این است که وقتی یک زایه اتفاق می افتاد در یک جای مملکت، جای دیگرش سرایت نمی کرد. کمبودی، قحطی، اینها نمیدونم زلزله می آمد و همه جا سرایت نمی کرد. این شیوه بازرگانی بوده است در ایران تا اینکه در عصر جدید دیکتاتورها پیدا شد. خب ما چند نفریم؟ والا 7-8 تا برادریم. هر شبت که 40-50 نفرم از این ارتشی هاست که بالاخره کار ما رو دارن انجام میدن و اینا. خب لاستیکی بدیم به این، پپسیکولا رو میدیم به اون، گندم میدیم به این برادر خیلی خیلی رشیدمون. عرض میشود که یعنی در واقع اینا رو تقسیم بندی کردن، اقتصاد کشور رو متکی کردن به مدیریت تهران. یعنی حاصل اون که نه تنها این کشور عزیز ما اقتصاد مدرن و مدیریت صنعتی و اقتصاد صنعتی درش رشد نکرد، اون چیز سنتی هم که بود از میون رفت. الحمدلله نفت پیدا شد، خیلی وضع ما خوب شد. 2500 سال این مملکت داره امپراتوری ها بوده بدون نفت، همه چیز متکی شد به پول نفت. گندم نداریم، نفت میخریم میخوریم. لباس نداریم، خب نفت میفروشیم میخریم، همه چیز نفتی شد. همین داستان نفت باعث همه گرفتاری های بخش اعظم گرفتاری های سیاسی ما به خاطر همین داستان نفت و نیازی است که مغرب زمین بدین نفت داشته است برای صنایعش. در واقع حالا ملایان آمدن و میلیارد میلیارد نفت، پول نفت گرفتن. و عربا هم همین کارو میکنن، خلیج فارس فقط اقتصاد نفت هست و اینا. و در این سرزمین ها که یه بوی آزادی قرار بود باشد و ملت صاحب سرزمین های خود بشوند، این نفت باعث تشدید استبداد شد، تشدید استبداد و در واقع زیان آور بوده. این نفت برای ما زیان آور بوده، برای ما از یک سو متکی شدیم به این پول نفت، از یک سو استبدادها حاکم شدن، دست های بیگانه در کار آمدن. و امروز حالا آقای روحانی تشریف آوردن، متخصص علوم سیاسی از نمیدونم کدوم شهر انگلیس تشریف آوردن، میخوان اقتصاد رو روبرا بکنن. چگونه میشه این اقتصاد رو روبرا کرد؟ چگونه میشه بعد دست این آقایان رو، آقازاده ها رو، این سپاه پاسداران رو، این عرض میکنم همه مناسبات مریضی که بر این اقتصادی مملکت سایه افکنده، به وجهی که میگن صنایع ملی دیگه وجود نداره در ایران، ورشکست شده چون قادر به رقابت با بازار خارجی نیست، چگونه میخواد درست بکنه؟ و گذشته از این سرمایه‌ای که می آمده و این حقوقا رو پرداخت می‌کرده به دزدان و چاقوکشان بگیرید تا کارمندان شرکت نفت و غیره، خب از پول نفت می آمده. حالا که اون نیست باید چه کرد؟ آیا چاره‌ای جز از میان برداشتن این تحریم‌ها هست؟ تحریم‌ها هم که نمی‌رود مگر اینکه وضعیت اتمی درست بشه. این است که ببینیم این آقای محترم چه کار خواهد کرد. یکی از این وکلای مجلس هم فریاد زده که این پاسدارها اقتصاد مملکت رو فاسد کردن، مرتب دارن سود میکنن و این سود رو سرمایه میکنن باز در کارهای دیگر در بازار، به وجهی که مثل عنکبوت افتادن رو همه اقتصاد مملکت.
خب از این که بگذریم، خب از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. البته این فیلم حریم سلطان، خدمت شما بگم که ما نگاه کردیم و مقالطه ای داشت اونجا، خدمتتون بررسی کردیم. یک مغلطه بزرگ دیگری هم هست که مغالطه نیست، این اشتباه هست، اینا گاف میگوین. خیلی فیلمسازهای بزرگ هم اشتباه میکنن در ساختن. یک اشتباه اینجا بود، من فکر کردم چون تعداد زیادی از شما هموطنان گرامی نگاه میکنید، موضوع ویولون نواختن خانم خدیجه خانم هست که در واقع خواهر سلطان هست و ابراهیم پاشا این ویولون میزنه. لطفاً گرفتاریش در ویولونشه که من خدمتتون توضیح میدم ویولون از کجا آمد و چه شکلی بوده. لطفاً سپر جان پخش کنید این ویولون رو، من خدمت هموطنان. بله 4 سیم داره، اینجور نبوده. این عرض کردم ترکیه کارش با جعل و تزویر بود، زبانم که نداشته، بعد همین لغات پارسی و عربی رو خلاصه خم میکنن و خراب میکنن. و ماهی دوران، آقا این ماه دوران، ماهی دوران ما هم به اشتباه انداخت. ماه دوران دیگه چیزی، ماهی دوران یعنی باید میبینیم ماه دورانه، ماه دوران کلمات فارسی است، لغات فارسی است، اون جهانگیره، اون نمیدونم بایزیده، فارسی و لغات عربی بیشتر فارسی. حالا ماه دوران که بگن نه ترکی دی، ماه دوران. حالا اگر که نیان بگن این چیزم مال ما بوده، این ویولون هم اصلا ساخت ما بوده، از اساسا این قزل ارسلان که اومد با ویولون آمد، این خودش خیلی ما باید خدا رو شکر کنیم. این ادعا رو اینا دارن، این با جعل و تزویر و ریا و حرفا. خیلی خوب، از اینا که بگذریم، این ویولون داستانش خیلی خیلی درازه و من تا اونجایی که وقت اجازه بدهد یه چند دقیقه در باب صحبت میکنم. ویولون امروز شما که این کتاب‌های تاریخ مربوط به ویولون رو ملاحظه بفرمایید، خیلی کشورها میگویند که از ما بوده، مال ما بوده. یونانی‌ها میگویند که این از کیتارا بوده، یک ساز. خیلی از محققان میگویند یک برداشتی از رباب بوده. اولا همون خانواده ویولون رو نشون بدید، خانواده ویولون. بله این خانواده ویولون هست عزیزان. بله ویولون و ویولا و ویولونسل و عرض شود که دبل باس میگن. خیلی ممنون. این در واقع قلب ارکسترهای بزرگ فیلهارمونیک خانواده ویولون هستن و پادشاه آلات موسیقی ویولونه به طور قطع، بدون هیچ گفتگو در واقع سلطان سازهاست ویولون. خیلی خوب، بسیاری گفتن که این از رباب هست، همون رباب. رباب رو عربا رباب گفتن. رباب بر دو گونه بوده، اینا رباب نیست عزیزم، رباب اینها نیست. رباب بر دو گونه بوده، یک رباب بوده است با مضراب نواخته می شده و رباب آرشه. خود این آرشه یک کار نبوغاسایی، بله اینا همین حدودی، بله یک کار نبوغاسایی در زمینه موسیقی بوده. آرشه یعنی این تفکر که اولین بار، بله یه چیزی، بله کمونچه است این در واقع، یک چیزی این که ما یک آرشه داشته باشیم و با کشیدن آرشه صدا ایجاد کنیم، یک کار نبوغاسا بوده و مربوط به شرق. حالا غربی های خودشون رو کشتن که کار ماست، اما نه، این کمونچه های ایران، بله این هم در واقع اینا سازهای شرقی هستن، خیلی به هم شبیه هستن. ولی رباب، حالا رباب از کجا؟ رباب دو گونه بوده، یکیش با کمونچه بوده، یعنیش با آرشه بوده، یکیش با مضراب بوده. در روزگار هارون و مأمون که موسیقی در اوج بود و بیشتر موسیقی دانان ایران زمین در اونجا بودن، مثل ابراهیم و اسحاق موسیلی و زریاب کبیر، اینها در واقع با مهاجرت زریاب، در واقع بیرون کردن زریاب از در تشکیلات هارون، ایشان رفته است به اسپانیا و در اونجا مدرسه موسیقی دایر کرده و خیلی تأثیرات داشته است موسیقی مشرق بر موسیقی اسپانیا و مغرب به طور کل. یکیش هم تر همین رباب بوده، رباب. بعد
ویولون در واقع ابتدا در محل کرمونا و برسیکا در ایتالیا به وجود آمده. بله به وجود آمده، اینطور هم نبوده، این یک سازی بوده، چندین سیم داشته و همون رو نشون بدین. ها همین رو نشون بدین. و در ابتدای امر بله روی سینه میگذاشتن، دوره گردا میزدن، ضمن اینکه اشراف هم همیشه از صدای ویولون لذت می‌برن. کمان رو ببینید، ببینید این آرشه، به این وجه ببینید آرشه رو ببینید، اینا آرشه‌های نخستین هستن از ویولون که شبیه آرشه کمانچه خودمان است، همون دم اسب هست با آرشه‌ای که شکل کمان هست، میذاشتن روی سینه و مینواختن این ویولون. بله این شیوه مدرن نواختن ویولون هست که زیر چانه می آمد و دراز مدتی. بله ببینید اینا آرشه های نخستین هستن. خود آرشه داستان خیلی خیلی مفصلی داره، اون بالای آرشه مدرن هست، آرشه های پایین تر آرشه های باروک، یعنی قبل از پیدایش آرشه های مدرن که تورت این در واقع در کار ویولون بود، پدرش ویولون ساز بود، هنرمند بزرگی بود. آرشه مدرن اختراعش تورت هست به حدود قرن 18 هم و آرشه های قدیم به گونه دیگر بود. بله این هم ویولون کاملا جدید هست، ویولون های مدرن و با 4 سیم و در منطقه در واقع قدیمترین ویولونی که ما در اختیار داریم، خانواده آماتی. اینا چند تا خانواده بودن در ایتالیا، هر خانواده 100 سال، به خصوص در محل کرمونا در ایتالیا اینها شاگردان تربیت میکردن. قدیمترین اینها خانواده آماتی هست. شارل نهم 24 ویولون سفارش کرد به آماتی و یکی از اون ویولون ها که در حدود سال 1660 ساخته شده، بله 1560 عذر میخوام 1560 ساخته شده هنوز هست، که این از قدیمترین ویولون هاست. ابراهیم پاشا به سال 1536 فوت شده، 536، یعنی وقتی ابراهیم پاشا کشتن ویولونی در کار نبود، به وجهی که خدیجه خانم می نوازند و اینها وجود نداشت و این آرشه مدرن و اینها، این آرشه تورت قرن 18 همه. اینا خطا هست. باری اینها در ایتالیا دستگاه‌های مفصل داشتن و شروع کردن به ساختن دو مکتب مهم ویولونسازی در جهان هست، یکی مکتب ایتالیا است، یکی مکتب آلمان، که اینا به موازات هم می ساختن ویولون می ساختن. آماتی، خانواده آماتی قدیم جانم، بله این ساخت آماتی است، زنده باد، بله بله آماتی اولین خانواده سازنده ویولون هستن در کرمونا. اونجا چوب‌های مخصوص، چوبی که برای ویولون مصرف می‌شود، بر واقع سیتکا سپروس نامیده میشه، یک نوع چوب کاجه که برای اینکه کوالیفای بشه برای روی ویولون، تعداد این خطوطش، آوندهاش باید تعداد خاصی باشه و از این کمتر نباشه. یه جیکوب استینر هم لطفاً پیدا کنید نشون بدید، توجه می‌فرمایید باشه. و پشتش رو چیزهای مختلف می‌انداختن، اما امروز ولی بهتر بود دو تیکه می ساختن. آماتی اولین خانواده مشهور کرمونا هستن که اینها شاگردان تربیت می کردن. نیکولو آنتونیو استرادیواریس ارز کنم گوارنریس اینها و برگونزی خیلی دیگران هم بودن که این استادها در واقع بین سال 1650 تا 1750 این ساز رو به کمال بردن، دیگه چیزی به این اضافه نشد. هر چقدر هم کوشیدن، هر قدر کردن، این صداها به اونجا نرسید. لطافت صدا و عمق صدا و لهجه خوب ویولون هرگز دیگه به کار اون استادان بزرگ نرسید. به موازات اینها عرض کردم مکتب آلمان هم کار خوشون میکرد. جیکوب استینر، لطفا یه ویولون استینر رو من عکسش رو سیو کردم. جیکوب استینر ویولونهاش تا پیش از پیدایش این ارکسترهای فیلهارمونیک بالاترین بودن، هر کسی یک استینر میخواست، اما یعنی مشهورتر بود ویولون های جیکوب استینر از ویولون های استرادیواریوس و مکتب کرمونا، تا اینکه
هر شبد که در واقع همین فیلهارمونیک ارکسترا ها پیدا شد و نوع صدایی که میخواستن، چون اینها رو برای چیمبر میوزیک استفاده میکردن، یعنی عده اشراف جمع میشدن و ویولون مینواخت ویولونیست و اشراف در مجلس گوش میکردن و لذت میبردن. بعد که موسیقی به گونه دیگر شد و بایستی برای هزاران نفر فرض کنید یا صدها نفر حداقل اجرا میشد، این است که پرتاب صداها کافی نبود، این است که روی آوردن به ویولون های ایتالیایی و یک تغییراتی در این ویولون ها دادن، از جمله اون که زاویه دسته رو تغییر دادن با ساوند باکس، در خرک یک تغییرات کوچک ایجاد کردن، اما تنها ویولون هایی که دست نخورده همون صدایی که میخواستن میداد ویولون های استراد بود، استرادیواریوس، که هیچ تغییر نخواست. بنابراین ارجح شدن ویولون های آدم های مثل گوارنریس و برگونز یا غیره بر ویولون های جیکوب استینر، که البته امروز هم کسانی که میخوان سولو ساز بزنن نه برای کارهای ارکستری، جستجوگر ویولون های آقای جیکوب استینر هستن که نام بود. این استینره نه؟ بله، این کار جیکوب استینر. هر میشود که اگر که شما دوستدار جیکوب استینر هستید، شاید با 12 میلیون دلار بشود این رو خریداری کنید و از کنیم یه تکه لولو خورخوره باش بزنید. لولو خورخوره منو میخوره. بله، هر سبت که بعد اینا در قرن 17 هم، در این وسط قرن 18 هم که رسیدیم، این ساز به کل تکمیل شده. آرشه ها اما اینها اونقدر توجه داشتن روی ساختن این سازها که به آرشش توجه نکردن. آرشه همون آرشه بود که دیدید که کمانش به این شکل بود، دم اسب بود. آرشه مدرن در فرانسه ساخته شد. تورت اینو ساخت، پدر تورت هم ویولون ساز بود. وقتی این آرشه ساخته شد اینا تعجب کردن، عجب چیز قشنگی. قوسش به عوضی که مثل کمان باشه برعکس بود، بعد با اون پیچ که دقیق شما میتونید تنشن رو تنظیم کنید. آرشه ویولون از 150 رشته موی اسب سفید، که البته خاکستری است در واقع، اسب سفید سفید اونجور پیدا نمیشه، 150 رشته موی اسب هست، اسب نر بایستی باشه، مادیون میسر نیست، و چوبش هم یک نوع چوب بود، چوب برزیلی بهش میگن برزیلیان وود، که این رو باش آرشه میساختن. چوب های دیگه هم میسازن، مثل فرض کنید که سنیک وود، چوب خیلی سخت. اینها تورت ساخته آرشه رو و تکمیل کرده، وگرنه به همون وجه آرشه کمونچه بود. ما دیدید که یکی از مشکلات نواختن کمونچه این هست که نوازنده بیچاره بایستی هنگام نواختن مرتب این کشش این آرشه رو در واقع موها رو با این دستش تنظیم کنه. اما این آرشه ویولون بسیار بسیار پیشرفته و لازم نیست که کسی دست خواهر بگیره و نواخته بشه. انواع آرشه بود، عرض کنم که یه آرشه بود به نام فرنچ دانس میوزیک، در واقع بو، این کوتاه بود، کوتاه کوتاه با حرکات کوتاه که ضربای تند رو می نواختن. انواع آرشه بود، آرشه که در واقع از نظر استایل باروک بو گفتن، باروک میوزیکال بو گفتن اینا تا قرن 18. اینا در اون منطقه چوبهای خاصی داشتن، نوع فینیشی که به کار می بردن از یک درختی به دست می آمده، اون درخت هم از میان رفته. و در عصر جدید هرچه آدم های جدید سعی کردن که اون صداها رو بازسازی بکنن، اون صداهای استراد رو یا گوارنری رو بازسازی بکنن، مطلقاً و ابداً میسر نشد. دانشمندا کار کردن، فیزیکدانا کار کردن. یک فیزیکدان آلمانی یک عمری دلا شده بود روی یکی از این سازا، باز کرده بود و نگاه میکرد اینا، بعد میگوید که دید که نتیجه علمی که بشه بعد اینو استانداردیزه کرد اینا نشد. میره بعد پیش اینشتین، میگه آقای اینشتین شما مدتی است روی آکوستیک و اینا کار میکنید، این چیز چرا چگونه از گفتو برید از اون که ساخته بپرسید، شاید اون به شما بگه. من هیچ نظری ندارم چون نمیدونم واقعا.
در اون منطقه بوده که این کارها شده. داستان و قصه های زیادی در باب این ویولن‌ها که چرا اینا چنین و چنین هستن بوده. در جنگ دوم قیمت ویولن‌ها بوده 50,000 دلار، بیشتر نبوده. تا سال 1970 هم با 100,000 دلار میشد. هر سر کما اینکه پادشاه ایران یکی از این ویولن‌ها رو خریداری کرد و آقای منیوهین که آمد ایران، یا منوهین، اونجا باش نواخت در جشن هنر شیراز اگه خطا نکنم، و بعد یک دزد عرض کنم که نابکاری این ویولن رو دزدید، آورد در نیویورک فروخت اینها. و چینی ها و ژاپنی ها اقبال کردن به نواختن ویولن و قیمت کار این استادان کلاسیک بالا رفت و بالا رفت، تا جایی که فکر میکنم آخرینش یه چیز بوده 12 میلیون دلار به فروش رفته است. بله، یه موزه در واشنگتن هست که 4 تا یا 5 تا از ویولنسل های عرض کنم استرادیواریوس رو اونجا یک جا داره، به علاوه یک ویولونی که منبت کاری کرد. مشهورترین ویولونی که امروز روی کره زمین هست ویولونیست به نام مونجی مسایا که دکوریتیوه، یعنی روش منبت کاری هست، از آقای آنتونیو استرادیواریوس که در لندن در یک موزه هست. مسایا، مونجی، اینا همه اسم داشتن. یعنی حدود 1,000 ویولن این استاد ساخته، تمام اینها اسم دارن و ساز کاملا استاندارد شده. استاندارد این کارهای ما از کنم که یه دوست رو ویولن قشنگ هم نشون بدیم ببینیم. بله، همین زیبا بود، هرچی بود. بله، اینها هیچی استاندارد شده نیست در مملکت ما. شما هر تاری رو بلند میکنی یه وزنی داره. آرشه 74 سانتی‌متر، 60 گرم هم وزن آرشه ویولن بیشتر نیست، 60 گرم. ما هر تاری رو بلند کردیم یه وزنی داشت، یکیش 18 کیلو بود، یکیش مثل دارشمشاد بود. فقط ما، البته فقط که میگم که خطاست، این ساختی کی بود قربان؟ کی قربان؟ آها، استاینر. بله، جیکوب استاینر. بله، چند استاد در مملکت ما هم پیدا شده. یعنی در واقع توقعی هم نداره. جایی که میگوید اگر کسی ساز بزند چنان است که با مادر خودش 70 بار زنا کرده، شما یعنی ما نباید انتظار داشت گسترش موسیقی داشته باشیم. همین قدم که بوده خیلی بوده. در زمان مشروطه که نفسی از تجدد گذر کرد در واقع از ایران زمین زیبا، اونجا استادان تشویق شدن کسانی که پنهانی کاری میکردن که کارشون ظاهر بکنن بدون ترس ملا و آخوند. به 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 به، چقدر پیچیدگی و زیبایی داره ویولون، ناگفتنیست، ناگفتنیست. بله، این کامپلکسیتی شکل ویولون و صداش فوق‌العاده است. باری چند استاد پیدا شدن، یکی استاد یحیی بوده که این مرد از ارامنه جلفا بود، سازاش بی نظیر هستن. حتی ما میشنویم صدای خوش تار از برنامه های رادیو گلها، 98% ساز یحیی است. اینها یه چند استاد دیگه هم بودن، آقای هامبارسون بوده، آقای نقش جهان بوده، استاد آقا بوده، خیلی ها بودن که کاراشون خوب بوده و اینا، اما استاندارد نشده به اون وجهی که ما بگوییم که وزن تار باشه. بله، ببینید این میناتور، این کارهای چیز میشد دکوراتیو روی ویولون، این چوب اسپروس، خطوطش رو ملاحظه میکنید، به ما میگن اف هول، این دو طرف سوراخ اف یا اف هول هست، زیرش هم یک چوب هست، از ابتدا تا انتها بسبار اصطلاحا میگن، و بعد از قرن 18 اون رو خیلی ضخیم‌تر گرفتن به خاطر اینکه پرتاب صدای بیشتری میخواستن. داستان ویولن خیلی خیلی طولانی است. باری این ببینم از این یادداشتی که برداشتم شاید نکته هایی هم باشد که بله، قدیمترین ویولن که در دست هست ساخته همون که از قرن 1560 هست، به نام شارل نهم مشهوره، روش توش هم نوشته شارل نهم، ساخته آماتی
بله این دارم گفتم خدمتون، تعداد 150 تا موی اسب سفید برای ساختن آرشه. بله خب، یک ویولونساز بزرگ دیگر هم داشتیم، گاسپارو د سالو. ایشون بین 1542 تا 1409 زندگی میکرده و یکی از ویولون‌های خیلی خیلی مشهور تاریخ ساخت این مرد هست که اونم در موزه نگهداری میشه. بله عرض میشود که بله این هم تصاویری است که در اونجا ما بله 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 1600. خب از مسایا هم صحبت کردیم که در یک جایی در آکسفورد. به به این یکی ساخت که بود؟ به 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 بله 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 اینا ایتالیایی ها در این کار. بعد اون بخش مشکی که زیر چانه میگویند که چوب آونوس هست، این تنها چیزی است که به ویولون اضافه شده. در روزگار قدیم اگر میخواستی ویولون نواز حرفه‌ای رو تشخیص بدین، چانش برآمده بود و معمولا زخمی، بعد این قسمت رو اضافه کردن. این تنها چیزی که اضافه شده به ساخت ویولون بعد از گذشتن روزگار اون استادان ایتالیایی. و امروز هم مثل فرش ایران، شما میخواین ویولون خریداری بکنید، یه ویولون آلمانی صداش برابری بکنه با ایتالیایی، ممکنه آلمانی 10000 دلار باشه، ایتالیایی 20000 دلار. این فرش ایران، یک اعتمادی به ویولون ایتالیایی هست که در واقع مارکتبلیتیشو خیلی بالا برده و تقاضا برای ویولون‌های دستساز ایتالیا. چینی هم شروع کردن با این ماشین‌ها ساختن که دیگه خودتان می‌دانید که دیگه ویولون چینی باید چه چیزی باشه. خب اجازه بفرمایید که ما یک بریک بگیریم، ببینیم که سپر برای ما شاید یه قطعه ویولون پخش کنید و انتخاب خودتون، اگه کلاسیک باشه بهتر هست، یا شاهای فتسی هر میشود که یکی از این بزرگان رو پیدا کنید. بله از فرید پخش کنید. بله بله دوست عزیز من فرید فرجاد، صدای ویولنشو میشنوید. با درود بر شما وطنان گرامی، قطعه دلاویز بسیار بسیار زیبا شنیدیم، نواخته دوست عزیز من فرید فرجاد. با اون این لحجه کلاسیک در ویولون فرید، کار خیلی خیلی نو در واقع به گوش ما که همواره محلی شدیم، فوق‌العاده زیبا و دلنشین است. بله و یه عکس فرید هم لطفا نشون بده، خیلی عکس قشنگی بود. بله آها بله این خیلی خیلی عکس خوبی فرید فرجاد. بله ممنونم از شما. خدمتتون عرض کنم امروز روز مشروطه است. چه مشروطه ای دوستان، چه قربانی شد این مشروطه، چه مشروطه ناکامی، گفتنی نیست. این درد مشروطه گفتنی نیست که یک مردمی در میان دنیای سومی ها، به قول خودشون، من که فکر می‌کنم ایران همیشه دنیای اول بوده از نظر من، شما نباستی غرور خود رو از دست بدهیم با این نامگذاری هایی که غربی های برای ما میکنن. آقا دنیای سوم نخه، بعد بیاد بعد علیه ستمکاری برای آزادی، برای حیثیت انسانی، برای اینها قیام بکنه. بعد اینقدر ناکام سرانجام هم این بشود که بر اثر زیر پا گذاشتن قوانین و بر اثر براندازی مشروطه، براندازی شد آقا مشروطه، براندازی کردن، براندازی مشروطه و نهادهای سیاسی مشروطه، یک همچین عرض می شود که مصیبتی، یک همچین مصیبتی در واقع به ایران زمین، به ایران زمین نجیب کهن اینها یک همچین وارد بشود. اون تصویر ستارخان بر روی اسب الان دیدم رد شد. چند تصویر از بزرگان مشروطه هم خدمتتون نشون بدیم، یادمون نرود که چه جنبش بزرگی بود جنبش مشروطه.
چه آدم های بزرگی زحمت کشیدن، جان خودشون رو گذاشتن. بله همین تصویره. بله ستارخان هست، ستارخان قرداغی در واقع مشروطه. بله حالا درود بر کسانی که مجسمه ها رو ساختن. بله باقرخان هست و تفنگ موزر دستشه، برنو کوتا و با ستارخان با گلی که در دست داره. بله مردمان دلاور عدالت‌های گردن فراز، فکر کنم که مجاهدان تبریز هستن اگر اشتباه نکنم. بله مجاهدان تبریز باستی باشن. این هم که عکسیست از همون روزگار. این هم در واقع تصویر دیگری از ستارخان. اینجا یکی از تراژدی‌های بزرگ در واقع مشروطه همین داستان تیر خوردن ستارخان هست. اینجا فکر کنم در منزل سمسام سلطنه براشون رخت خواب گذاشتن، اتاق و اینها، در اون ماجرای مجاهدین که بارها شنیدید، در اون پارک و خل سلاح کردن مجاهدین تبریز که قریبا 100 نفر بودن، هر سردار با 50 نفر مجاهد آمده بود، بعد تیراندازی شد بین قوای دولتی و ستارخان تیر خورد و بر اثر همون زخم بعد از مدتی فوت شد این مرد بزرگ. یکی از پایه‌های اصلی مشروطیت ستارخان هست بدون هیچ گونه شک و شبهه و دلاوران تبریز باقرخان و خیلی بودند کسان دیگری که در این مبارزه وقتی که مجلس به توپ بسته شد این پرچم آزادی رو در تبریز نگه داشتن. خیلی ممنون. اگر تصویر خوبی دارید از سرداران مشروطه میتونیم نشان بدهیم. برای این تصویر رو یه بار نشان دادیم. بله حتما کسانی که کار سیاسی میکنن یا دوست دارن بعدها کار سیاسی بکنن یا به در واقع قصه پرقصه سیاست در مملکت ما در این 100 سال گذشته پی ببرن، بدون مطالعه داستان مشروطه که از کجا آغاز شد، چه کسانی بودن و مقصود روح مشروطه چه چیزی رو میخواست. بله ببینید اینها ستارخان و باقرخان رو بعدها روی عکس یه چیز قرمز، علامت قرمز زدن. شخصیت دست راست باید ستارخان باشه و دست چپ هم باقرخان. اینا باستی مجاهدان بختیاری باشن. بله اینا سواران بختیاری هستن که به سرداری سردار اسد تهران به تسخیر کردن و محمد علی میرزا رو به سفارت روس فراری دادن. این باقرخان هست، تفنگی که دستشه سویدیش ماوزر، این برنوه آلمانی ساخت سوئد. اینجا باقرخان هست، ستارخان. بله ببینید مردمان گردن فراز دلاور سرها رو بالا گرفتن، یک تحریشی نگذاشتن و قوز کنن، من و من کنن، مثل این بلایی که آخوندها به روز ملت آوردن، بر نمیتابن دلیری و دلاوری و تندوستی، اینها رو تحمل نمی کنن. بله من نمیدونم این چه متنیست، ولی بایستی از اسناد اون روزگار بوده باشد. خدمت شما خواندم از اون مرد بزرگ تبریز که آمد در مجلس ملی گفت اگر ما قوانین رو رعایت نکنیم هر روز دچار انقلابات خواهیم بود و همون گونه شد که اون مرد گفت. بقیه بله ببینید این اسلحه که دست این مردم هست از تجار بازار خریدن. این من بیشتر دوست دارم بهترین عکس ستارخان به نظر من اینه. این برگردید اون عکس رو برگردونید لطفا. تعداد اسلحه که در دست ملت بوده ببینید همه مسلحن. بیشتر این تفنگ ها نوغان روسی هستن،
بعد البته تفنگ‌های آلمانی هم آمد، همونجوری که دست ستارخان دیدید. اینها تجار می‌آوردن، تاجران تبریز، تاجران شمال اسلحه وارد می‌کردن. بعد طوری شد که یه پوک فشنگ از یک کسی می‌گرفتن، ناخن‌هاش می‌کشیدن. می‌خوای دولت سرنگون کنی، پوک فشنگ داری؟ فشنگ برنو از کجا آوردی؟ یعنی حاصلش هم همینه دیگه. یعنی ملت قانونش رو پایمال کنی، اسلحه‌اش هم بگیری. به جای گسترش وطن دوستی، حس مسئولیت ملی و شجاعت، ترس و انقیاد یادش بدی. اینها یه آخوند میاد زنده دستگیر میکنه، همه رو میگیره دیگه بابا جان. اینا از ملت شدن ملت وحشت داشتن، این دستگاه استبداد، و بزرگترین خیانت رو این استبدادی ها کردن به مملکت ما. چون ملت ما داشتیم آرام آرام در واقع مفهوم ملت بر ما داشت محقق میشد، ولی هنوز نشده. تمرین میخواد، تعلیم میخواد، مسئولیت ملی. در واقع کل ایران رو یک خانواده فرض کردن و خود رو فردی از اون خانواده دیدن، این تعلیم و تربیت لازم داره. احتیاج به گسترش دموکراسی و تقسیم قدرت داره. یعنی در حالی که ملت بزرگ ایران ملت چند هزاره ایست، همونطور که بارها به کرات و مرات عرض کردم، در کل اون منطقه سه ملت واقعی هستن که هند و ایران هست و مصر. اما برای کامل شدن این مفهوم ما نیازمند خیلی چیزها هستیم. یعنی در واقع به معنی مدرن کلمه مفهوم ملت آن است که چنانچه بر یک تن ستمی رفت و اون ستم مشهود بود، هر فردی در سر تا سر اون جغرافیا باید تصور کنه که این ستم بر او رفته. فرزند کسی رو کشتن، عکس العمل کل این جامعه باید اون چنانی باشد که گویی فرزند اونها کشته شده. اینها قضایایی بود که از دست ما به در آوردن. من تعجب میکنم از اون آدمایی که دلشون رو خوش میکنن و نمیدونم دوتا آسفالت و نمیدونم سه تا فرودگاه و نمیدونم از اینجور داستان ها. اینا کنترکتور پول هست آقا میسازن. یکی مطلبی نیست که آقا تمام دنیا منتظر نشستن، التماس هم میکنن که شما یه پولی بدید بردون جاده کشی کن. جاده کشی هم شد مطلب که حالا ما بهش بنازیم، یعنی در ترازو بگذاریم، بعد ترجیح بدیم به آزادی. اینقدر ما تای نظر شدیم و بیچاره هستیم واقعا. و عقل ما رو مگه گرفتن؟ مگر قابل قیاس هست داستان آزادی بیان و روزنامه با نمیدونم تونل؟ این فرایند انقلاب در مملکت ما تمام نشده. همونجا که اون بند بزرگ تبریزی گفت ادامه داره. تعداد ناراضیان ایران رو اگه ما شماره کنیم، بنده حدس میزنم بیشتر از 80%. این نمایش کمدی تراژدی، حالا گرچه در فن نمایش هم چیزی نداریم که بگیم کمدی تراژدی، چون تراژدی با کمدی با هم چیز، ولی این کمدی تراژدی واقعا. از یک سو باید بخندی یا یک سو گریه کنی. یه آدمی اومده نشسته اونجا، یکی نیست بگه آقا شما رو کی گذاشت اینجا، شما به چه دلیل اینجا هستید، این دستورات رو میدید. احمدی نژاد رو ما چیز میکنیم، منسوب میکنیم به نمیدونم مصلحت نظام، عضویت در همین شورا. مصلحت نظام یعنی چه؟ مصلحت نظام اینا مثل داستان مافیاست. در مافیا شما وقتی میخواد جزء مافیا بشوید، جزء این گنگای لس آنجلس، اولین آزمون اینه که بری یکی بکشی بی خودی. مثلا
شاهد داشته باشی که ماشین داره تو فریوی میره، هفتیرش در میره، تق میزنه فر میکشه بدونی که بشناسه. چرا؟ برای اینکه لیاقتت رو نشون بدی. بعدم که جزء عضو شدی، یعنی عضو مافیا شدی، بخوای بیای بیرون میکشنت. میسر نیست بیای بیرون، باید همونجا بمانی. خب یه آدم مثل احمدی نژاد این همه جنایت کرده در این مملکت و دروغ گفته و حق دیگران رو خورده و این همه لاتائل کرده گفته و این همه در واقع حیف و میل در اموال ملی کرده، خب اینه که نمیشه رهاش کرد که بره به چرخه دهنشو به چرخونه این طرف ده همیشه داره بگه که اون پشت چه خبر بود، این مصلحی چی میگفت، اون آقای خامنه‌ای چی بود، اینا همه اینا رو میدونه دیگه، بالا 80% میدونه. نه، این اومده جز مافیا، این باید بمانه اینجا زیر نظر خودمان باشد. هزار فایده دارد که این دهان گشادش آزاد نباشد در جامعه به چرخ این حرفا رو بزنه. بیاد صبح بیاد اونجا نظام پولی هم بهش بدیم، اسرار ما رو نگهداری میکنه. اگر نه احمدی نژاد کسی بود که مصلحت نظام بفهمه. بله. خب ما خدمت شما بزرگواران از چند پیغمبر نام بردیم که اینا وقتی دیدن که کسب و کار خوب هست شروع کردن به پیغمبری. یک خانمی بود به نام سجاه، داستان اینا خیلی خیلی شگفت انگیزه. در واقع این پیغمبر شدن این زن، ببخشید سجاه نبود، سلما بود اسمش، سلما بنت مالک. این سلما از اینکه در جهان عرب در 1500 سال پیش یک بانوی بلند می شود ادعای پیغمبری می کند و به او می گروند، نشان دهنده این هست که این عرب زمینی که فقیر بودن و دزدی هم رسمشون بود، غارت هم دیگه، اما به زنها احترام داشتن که قبول میکردن یه خانم هدای پیغمبری بکنه. این اسلام عزیز که آمد ریشه تفکرات آزاد رو از بن برکند در جزیره العرب. جای آزادی بود، یه یابان بزرگ بود، آقا هر کس هم هر جا مورد مؤاخذه دینی قرار میگیره میمد در اونجا یک چیزی میساخت، کسی هم کاری به کارش نداشت، معبدش اونجا میساخت، همه اندیشه ها اونجا بود، اندیشه ها ایرانی و یونانی و هندی و غیره همونجا بودن، معبدشون رو داشتن، کسی کاری به کار نداشت. و سلما لشکر کشید برای براندازی اسلام عزیز، منتها اون تمرینات جنگی که برادران اسلامی ما داشتن اینها ورزیده شده بودند، ژنرال های خوب داشتن، میتونستن دشمن را از میون ببرن. سلما و به عرب اندر زنی بود از بنی قطفان، نام او سلما و او را ام رمل خواندندی، دختر مالک ابن حذیفه بود و این مالک به قطفان اندر عزیزتر بود و خواسته بیش داشت، عزیزتر بود از اویعینه و خواسته بیش داشت، یعنی ثروتمند بود، پدر این خانم ثروتمند بود. و زن مالک را ام قرفه خواندندی، دختر ربیعت ابن بدر بود و زنی بزرگوار بود اندر عرب. این چه زیبا و متین میگوید مترجم تاریخ. و زنی بزرگوار بود اندر عرب، یعنی بسیار به احترام میذاشت و خواستدار بود، ثروتمند بود همچون شویش. و یک بار پیغمبر به قطفان سپاه فرستاده بود و حرب کرده و ظفر یافته و بردگان آورده،
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لشکر فرستاده، مردمان آزاد رو برده کرده و آورده. برده هم در مدینه میفروختن. عرض کردم مدینه یکی از بزرگترین مراکز برده فروشی بوده. برده کرده و پیغمبر علیه السلام او را به عایشه بخشیده بود. یعنی این سلما رو، دختر بزرگوار از خانواده بزرگواری بود، بردش کردن، بخشیدنش به عایشه. و اینجا کلفتی کنه وقف شده. داستانش خیلی خوندنی. از اینا باید فیلم ساخت برای که بیدار بشن مردم ما و دیگر مردم به خواب رفته بیچاره. از اینا باید فیلم ساخت واقعا. بعد میگوید که و این دختر، خب بخشه، عایشه او را آزاد کرده بود و مسلمان کرده و همی داشتش، ولی تحقیر و توهینش که فراموش نمیشد. یک روز پیغمبر به خانه عایشه آمد. سلما با گروهی زنان دیگر اونجا نشسته بود. پیغمبر گفت عایشه، اندر این میان زنی هست خب که بر خدای پیغمبر او عاصی شود. این هم دیگه مغلطه مبرخ. گفت اینجا یه زنی هست که بر خدا و پیغمبرش عاصی شود. این هم مغالطه مصادره به مطلوبه. خب یعنی منظور سلما. خیلی خوب. و نگفت که این زن کدام است. پس اون سلما دستوری خواست که به حی خیش باز شود و مادر و پدر را به مسلمانی خواند. عایشه دستوری دادش. گفت عایشه اجازه بده من برم پدر مادر من مسلمان کنم، الحمدلله این دلشونه به نور اسلام منور کنم. شاید هم تونستیم بردشون کنیم و بریم جا فروختیم. چهار دلار هم گیرمون اومد، چهار دینار. فروختن شراب خیلی خیلی جنایت بزرگی. آدم بفروشه این چه اشکالی نداره، چون الله مدینه برمایت. میگه میگم الله مدینه، حالا چرا میگم الله مدینه؟ چون تفکر الله این چنینی و پروردگار این چنینی در مدینه شکل گرفته و بعد توسعه یافته به ضرب شمشیر و غیره. شکنجهگر این الله یک باطن تیره‌ای داره. نگاه کنید کاراشو با دشمنات چی کار میکنه، با اون جهنم کذا و کذا. برم پدر مادرم مسلمون کنم بیارم. خب دستوری خواست، اجازه خواست که به حی خیش، حی یعنی قبیله کوچک، حی خیش برم پیش واسه و مادر و پدر را به مسلمانی خواند. عایشه دستوری دادش، او به خانه خیش باز شد، یعنی رب منزلش، برگشت به منزلش و پدرش مالک بمرد و او را برادری بود، نام او حکمه. اون روز که اوینیت ابن حسن بر مدینه تاختن آورد و اشتران پیغمبر علیه السلام بران و سلمت ابن الاکوع از پس ایشان بشد و اون شتران باستر و پیغمبر از پس بشد، این حکمه با اوینیه بود، چون یاران پیغمبر چین و چنان. خیلی خوب به هر صورت اینا اضافاته. و اون خواهر او به حی قطفان همی بود و مردمان حی و اون او را بزرگ داشتندی از بهر بزرگواری پدر و مادرش و از بهر بسیاری خواسته ایشان. میگه احترام این خانواده سلما به دو دلیل بود، یکی بزرگواری پدر و مادرش، دومی که از اشراف بودن، ثروتمند بودن. پس چون همه عرب مرتد شدند از پس مرگ پیغمبر علیه السلام، این سلما نیز مرتد شد، چون طلیحه به هزیمت بشد و اوینیه را بگرفتند و اسیر به مدینه بردند. این سلما با جماعتی مرتدان به دهی شد به نزدیک آبهایی، نام او حواب، و اونجا بنشست و هر که از آن مرتدان عرب سوی گرد آمدندی او را عجز دادی و مردمان را گرد همی کرد. گفتی من با خالد حرب کنم و خون برادر حکمه طلب کنم. پس اون خبر رو به خالد آمد، خالد به کشتن اون مرتدان مشغول بود. خب حالا سوالی که تو هموطن بزرگوار جوان من میکنی از آخوندی که خیلی 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 دیگه عرض میکنم ریح اسلام کلش رو دوچار باد کرده، باد خودبینی و خودخواهی، شما یک سوال میکنی
میگویی که جناب ملا حضرت شیخ، آیا انسان مختار هست به اینکه عقیدش رو تغییر بده؟ میگوید چطور؟ آقا من فرض کنید که امروز مزه خربوزه دوست دارم، فردا میگم من از خربوزه بدم میاد، من هندوانه دوست دارم، این اشکالی داره؟ میگه خیر اشکالی نداره. میگه آقا چه عیبی دارد که من بگویم امروز میخوام یهودی باشم، فردا میخوام مسلمان باشم، پس فردا میخوام عرض کنم که زرتشتی باشم؟ میگه ها اینجا اشکال دارد ملعون، تو اگر مسلمان شدی و بخواهی دینت رو عوض کنی، خداوند تبارک و تعالی خیلی راحت دروغ به خدا بستن، راحت ترین چیز در جهان دروغ به خدا بستنه، از خدا نقل قول کردنه. البته لازمش اینه که چهار تا آدم کشن دور و برت باشن که وقتی کسی مخالفت کنه گردنش رو بزنن، اون دومی دیگه قبول میکنه. خداوند تبارک و تعالی میفرماید کسی که وارد اسلام شد و بعد بخواهد که دینش رو عوض بکند، این مرتده، مرتد هم باید گردنش رو زد. حالا بنده نمیدونم اگه این خداونده و این خلق بیچاره بندگان اون هستن، آره چه فرقی میکنه که یهودی باشه، بهایی باشه، بی دین باشه، با دین باشه. حالا کی تو رو مأمور کرده که بقیه رو بکشی؟ از کجا این مقام به دست تو آمد؟ این مزیت و فضیلت تو چه چیزیست که برای مردم دنیا تکلیف معلوم میکنی؟ دلیل اینکه خداوند این چیزها رو گفته چه چیزیست در دست تو؟ شاهدان عینی کدام کسان هستن که دیدن خدا آمد اینا رو برای تو نوشت و داد به دستت؟ همش مغالطه است. دنیا رو به سیاهی فرو بردن و مردم رو به سفاهت دچار کردن که منافع خودشان تأمین و تضمین بشود. این آخوندها دو دستی چسبیدن به خاطر پولیست که میگیرن. کنترل جامعه است. همه چیز قضیه منافع بوده، هموطن منافع. شما ببینید هر جنایتی که شما تصور کنید در کتاب هست یا نیست توسط این رژیم انجام شده. این آخونده قومو ببینید خوش و خرم نشستن اونجا، اون گلپایگانی و نمیدن پیو اینا، سکوت. دکان داغ امروز. اصلا ما چیزی به نام روحانیت شیعه نداشتیم به بچی که اینا میگوین این شاه اسماعیل اومده با اون شمشیرش و بند و بساطش و اینا، آخوند شیعه کم آورد. یه عده زیادی از این آخوندهای سنی عرض میشود که منطقه فلسطین و جبل عامل و اینها گفتن ما شیعه هستیم. بعض خوبه، دکان ما روزگارش پر رونقه. آمدن این داستان ها، حالی داستان سلما رو خدمتون و داستان مسیلمه با هم خدمت شما خواهم خوان. مثل اینکه از فردا تلویزیون پارس، برای تلویزیون پارس، مثل اینکه داستان جمع کردن آبونمان به کمک هاست. آقای شجره صحبت می کردیم و این که از فردا برنامه ها البته فکر نمی کنم موقت بشود، اما اصراری داشتن که در واقع تأکید بشود روی مطلب که گویا تلویزیون نیازمند کمک هست. وقت ما در اینجا تمام شد. با سپاه از سپهر گرامی و شما هموطنان عزیز که توجه فرمودید و همزبانان گرامی هر جا که هستین، تا برنامه آینده، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.